افغانستان کې د اجباري حجاب په اړه د اسلامي امارت له نوي فرمان څخه څلور ورځې تیرې شوې دي. دغه فرمان چې له ګډو کورنیو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شو، د بښنې نه نړیوال سازمان څخه نیولې تر ملګرو ملتونو، امریکا، اروپا او د بشري حقونو یو شمیر سازمانونو لخوا غبرګون وښودل شو. اوس له دې ټولو غبرګونونو سره سره آیا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت پریکړه هم لا هم اعتبار ورده؟ د نن بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی دی. زه لیمه سپېڅلې مودې افغانستان څوارلس سوه خپرونې کوربه یم. په خپرونې کې راسره د ښځو د حقونو فعاله له آلمان څخه اغلې فرم مجاهد راسره ده چې دوی ته په لومړي سر کې زه تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. ښه راغلاست، تاسو ته وایم خپرونې. خانم مجاهد، به عنوان سوال اول میخواستم ازتان بپرسم که نظر شما درباره حجاب چی است؟ آیا سابق یا هم در حکومت قبلی یا هم در زمانهای قبل اگر برگردیم و ببینیم خانمای افغانستان به حجاب بودن، آیا اینا حجاب نداشتن؟ با عرض احترام خدمت شما خواهر محترم ما، ببینین حجاب که هست، حجاب یک امر الهی است برای ما خانم ها. اگر ما شما ببینیم در داخل افغانستان 99% خواهرای ما حجاب داشتن، حجاب می کردن، یعنی یک قلمرو اسلامی است الحمدلله افغانستان. داریم ما در جامعه خود شاید 1% خواهرای ما هستن که حجاب نمی پوشن، یا اگر می پوشن به طریق درستش نمی پوشن. و ما همی کوشش همی است که انشاءالله تعالی به یک قسم بتانیم که 1% کمی هم که هست همی خواهرای ما به طریق درستش حجاب اسلامی خود بپوشن، حرمت و عزت خود و فامیل خود نگاه کنند و کوشش از این شود که در جامعه ما از یعنی کثافت و فساد و از این چیزها جلوگیری شود. خانم مجاهد، سوال ما از شما ای است که وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر یک فرمان صادر کرد که با یعنی دوباره اینا چهار روز بعدش گفتن که ما قسم نگفته بودیم که برسانه ها و یا هم کسایی که در بیرون از افغانستان هستن، جامعه جهانی و یا هم سازمان ملل اینا برداشت داشتن. فعلا دورنگی اینجا صورت گرفته، به نظرتان کدامش درستر است؟ آیا فرمان که اول صادر کردن درست بود و او اعتبار خواهد داشت، و یا هم که فعلا گفتن که ما تو یک چیز نگفتیم، به نظر شما کدامش قابل اعتبار است؟ یعنی به حساب شما فرمان اول از اونا دقیق چی گفته بودن؟ در فرمان اولشان دقیقا گفته بودن که باید زنان افغانستان چادری یا برقع بپوشند و حجاب اسلامی را مراعت بکنند بدون اجازه و بدون از اینکه کار ضروری نداشته باشند اونا از خانه هایشان بیرون شوند. و امروز گفتن که نخیر، نه، ما اوت یک فرمان صادر نکردیم که حجاب اجباری باشه و یا هم زنان افغانستان چادری بپوشند. ما فکر میکنم اگر برادرای ما از حکومت اسلامی وقتی که اینا تر میاین صحبت را می داشته باشن در باری حجاب، ما در موال هم اینا گفتن، اینا حجاب گفتن، اینا دقیقا این را نگفتن که خواهرها بیان چادری بپوشن یا مثلا برقه بپوشن به مصاب اسلامی قسمی که باید باشه که عورت زن پت شوه. اما در یک بند از این فرمان آمده بود که زنان افغانستان باید چادری بپوشن و او فرمانشان در رسانه های اجتماعی و همچنان در همه جا هست وجود داره. او یک مثال اینا داده بودن، یک مثال داده بودن. داریم ما در بعضی قریه های ما که در افغانستان است، مادرای ما، مادر کلانای ما به طریق های مختلف حجاب خود پوشیدن که الحمدلله از شما هم، از ما هم، از تمام ملت افغانستان به حساب چادر بزرگ یا چادری یا به هر قسمی که هست. اینجا ما و شما میایم صحبت میکنیم سر حجاب، سر بودن یک زن با حیا و با حجاب در یک جامعه اسلامی، در یک جامعه. این مطلب سر از این میم، شما چرا پشت چادری و برقه را میگیریم؟ چرا ما شما فوکس خدا و فکر خدا طرف از این هم لازم که حجاب، یعنی الله تعالی حجاب حکم کرده، حکومت اسلامی و بعد از 20 سال
جنگ از اینا که خارجی ها و غربی ها خواستن نمیخواستن، میگفتن باید اینا کشته شوند، یا بندی شوند یا کشته شوند، یا خدای نخواسته اینا رو در زندان اینقدر زجر داده شوند که دیگه اینا هستن سرپای خود استاده نشن. مگر این نشد، الله تعالی الهام کرد اینا رو ببینید که از چی حالته که در وطن خود اینا یک جای نداشتن که به طریقه درستش باشن، در هر جای بم بود، در هر جای چی حالتهایی بود. امروز الحمدلله الله تعالی الهام کرد و برای اینا حکومت داده، و اینا هم سر یک حکومت فرض است، سر یک حکومت فرض است که یک رابطه را که مثلا یک حکومت یک پل می باشه بین احکام الهی و بین مردم. و حکومت اسلامی ما دقیقا همی کار میکنه، اما چیزی که احکام الهی است همو را میگه، میگه خواهر مسلمان با حجاب بگردیم، چیز بد خو نگفته، نگفته خود لچ کنین خارج واره، نگفته هریان گرایی کنین، نگفته خدا نخواسته فساد کنین، هیچ چیزایی رو نگفته که با خواره ما کدام چیزی گفته باشه که برای خدا نخواسته شما دوزی کنین، گفته با عزت بگردین، با عزت باشین، اون کدام چیز دیگه نگفته. خانم مجاهد، از تاریخ، از سابقه ها و یا هم به تاریخ اگر نظر بندازیم، ما خانم های بسیار شجاع و کسایی داشتیم که در جنگ ها با مردان یک جا می رفتن به جنگ، اونا فقط چادر کلان و لباس افغانی دامنگرد با تنبان های کلان گرد می پوشیدن. اگر از اون نگاه ببینیم و فعلا هم که ما شاهد هستیم در قرن فعلی و در سالهای اخیر تمام زنایی که در افغانستان زندگی می کردن، اونا چادر می پوشیدن، حجاب داشتن، چپن می پوشیدن وقتی از خانه بیرون می برآمدن. این قیدگیری ها و یا هم این بندوبست ها برای خانم های افغان چی پیامد می تانه داشتن؟ و هنوز هم که موضوع مکاتب پا بر جا هست و ما ایر شاهد هستیم که شما خودتان شاهد بودین که کسایی که دختر خانمایی که به مکاتب می رفتن اونا حجاب داشتن، اما باز هم به خاطر از اینکه حجاب ندارن مکاتب اونا هنوز هم بسته نگه داشتن. لیما جان، ببینین شما در سوال که از ما کردین، در سوال خودتان جوابتان دادین. اگر دقیق فکر کنین در سوالتان، شما پرسیدین که خواهرای ما که مثلا رفتن، مثل خواهر ما ملالای، بسیار خواهرای دیگه ما که اینا رفتن و بسیار واقعا کوشش خود کردن در میدان مبارزه به هر رقمی که بود در میدان جنگ، رفتن چادر خود پوشیدن، با حجاب گشتن. ضرور خو نیست که باید حجاب و مو حجاب و برقه عربی باشه، ضرور نیست که چادری باشه. یک چیزی که خواهرای ما را با عزت و با حجاب نگاهشان میکنن، اما در فرمان خانم مجاهد، در فرمان واضح یک بند امین فرمان است که باید زنان افغان حجاب و یا هم امین برقه و چادری را باید بپوشن وقتی از خانه بیرون میبرین. ما میره میگم حجاب باید بپوشن، بله بپوشن، اما اونا چادری را گفته بودن، امارت اسلامی از چادری یاد کردن، مثال داده بودن. ببینین ما شما یعنی که در ازمی حجاب چرا حکومت امی مردم افغانستان یا می رسانه های ما چرا اینقدر حساسیت نشان میدن؟ ما اگر ببینیم دنیای امروزی غرب خواستن نمیخواه که بگذاره که یک حکومت اسلامی ما یا مثلا یک نسل اسلام و مطریقه اسلامی شینا بزرگ شان و مطریقه اسلامی شینا پیشرفت کنن. اینا خو میخواین که یعنی بسابه که یک کوشش خدا بکنن که در هر مسئله ما اینا دخل اندازی بکنن، در مسئله ما اینا غرض بگیرن که نگذارن که تطبیق احکامات الهی در زمین شوه. ببینین اگر ما شما ببینیم دنیای غرب کارشان اینه میاست، اینا نمیخواین. چرا قدر در مسئله افغانستان دامن میزنن؟ در ملک خودشان چقدر مسائل دیگه است؟ چرا ما در کدام مسئله از اونا غرض نمیگیریم؟ چقدر اینا مسئله درگ دارن، چقدر مسئله پروستیتوشن دارن، چقدر مسئله های دیگه دارن؟ کدام روز از یک حکومت اسلامی ما، از یمی برادرای ما یا از رهبرای ما رفتن در مسئله داخلی از اینا غرض گرفته نگرفته؟ مسئله حجاب کس مجله اسلام است، یه احکام الهی است. ایرا نه حکومت اسلامی ما سر ما و شما به زور میخواه که بقبولانه، نه چیزی از کنای یک قاعده و قانون را ماندن. این قاعده و قانونی الله تعالی است که ما و شما را عصد کرده نیست میکنه.
خب مشکل دختران که به مکاتب هنوز راه نیافتن که به مکاتب برون و دروازه های مکاتب بر روی تمام دختران افغان بسته هست. بعضی از کسایی که در امارت اسلامی در هستند و اونا گفته بودند که دختران افغان حجاب درست ندارن، به همین لحاظ ما در دروازه های مکاتب بسته کردیم. مسئله مکاتب چی هست به نظر شما؟ آیا فکر نمی کنین که دختران افغان سابق هم حجاب داشتن وقت مکتب می رفتن؟ خواهر محترم ما، اگر ما شما بر می گردیم پس در این مسئله که اگر علمای ما، بزرگای حکومت اسلامی اینا ماشاءالله علمشان به انتها بالا هست و ما عالم، ما خودم طالب علم هستم، می آموزم، ما عالم علم نیستم. این مسئله ای است که اگر شما تو سوالایی را که دقیقا درباره اسلام باشه شما میتونین که از یکی از برادرای ما را که واقعا ماشاءالله علمشان در این سویه بالا به انتها بهتر باشه، اونا را ازشان برنامه دعوت کنین، از اونا در حساب مسئله اسلامی هم راشان دقیقا صحبت داشته باشین. مگر ما شما که سر مسئله مکتب میایم، خانم مجاهد شما منحیث یک زن به ما جواب بتین. وقت دختران افغان میرون به مکاتب، اونا چپن دارن، اونا چادر سفید دارن، با حجاب مکتب میرن. شما من حیث یک زن جوابتان چی هست؟ آیا نشان در خانه شاندن دخترای مکاتب خوبتر است به نظرتان؟ نه خواهر محترم ما، ما خلاف تحصیل خواهرام یا مختن علم از اونا نیستم. من میگم هر زن مسلمان، هر مرد مسلمان تا اندازه که میتونن علم بیاموزن، بخوانن، خدا برسانن، از علم دنیایی، از علم دینی، از هر لحاظش. امروز ما شما نسل مسلمان واقعا اگر در دنیا میبینیم بسیار پس ماندیم از بسیار لحاظها. اصلا علم کس روشنی هست در یک جامعه، روشنی است در یک خانه، روشنی است در فکر یک انسان. انسانی که علم نداره و چه قسم میتونه؟ ما اصلا خلاف تحصیل نیستم. ما میرم از برادرای ما در حساب رهبری انشاءالله تعالی که قریب کار صورت میگیره و باز هم ازشان خواهش میکنم که انشاءالله تعالی در قریب نزدیک ما بتانیم که دروازه مکتب ها را و خواهرای ما که امروز از درس اینا محروم هستند و حساب مکتب مدرسه ها هست مگر مکاتب بند است، همین مکاتب خواهرای ما قسمی باز شود که خواهرای ما بتانن برن و مو طریقی که مثلا با مو سیستم اسلامی، با مو سیستم، چرا که سیستم های درسی ما و شما بسیار دست خورد در می دوران اشغال، اینا در می 20 سال اشغال اینا هیچ طور یک چیز را نموندن که فکر جوان ها را، سیستم درسی ما را، سیستم جامعه ما را، یعنی اشغال چقدر رقم های مختلف داره، اینا به هر رقمش اینا کوشش زمین کردن که سر وطن و وطندار ما ایره تطبیق کنن. خب ما میگم که انشالله تعالی امی سیستم مکاتب هر چیزی که ضرورت است برادرای ما انشالله ایره محیا کنن. اگر مسئله حجاب از خوینا یک امر آمد به حساب که یک طریقه حجاب اسلامی به متریقی درستش باید صورت بگیره، من نمیگم که در سابق نبود، من میگم که یعنی اگر می امر آمده خوب بیاییم امی امر میبینیم که اگر کدام جای ما نسبتاً برابر نیست، اگر نسبتاً برابر نیست او را انشاءالله تعالی برابر کنیم که دیگه هیچ مسئله نباشه که ما بتونیم خوارای ما بخیر مکتب برن در سای خود شروع کنیم. خانم مجاهد بسیار خوب، خانم مجاهد یک وقت امر بالمعروف و نهی عن المنکر ای فرمان صادر کرد، گفته بودن که یک هیئت 7 نفری را تعیین کردن که وقت خانما را در ارتباط به حجاب خانما اینا فرمان صادر بکنن و بعد از او تعیین بکنن که چه قسم حجاب باید داشته باشند. در بین این هیئت 7 نفری هیچ خانم دیده نشده بود و یعنی به یک خانم حق نداده بودن که در این هیئت باشه. به نظر شما وقت در ارتباط به خانما و زنا در یک جای فیصله میشه و یک فرمان صادر میشه، آیا حضور یک زن اونجا لازمی نیست؟ ببینید نظم ما ماشاءالله علمای کرام ماشاءالله علم از اونها قدر بالاست که ما شما اصلا نمیتونیم که سر حرفای از اونها یا سر چیزی که اونها حکام را که میگن سر از اون شما فی بگیریم یا خود و قدر به خود اجازه بدیم که سر بزرگای ما سر حرف از اونها ما صحبت کنیم. وقتی به خود اجازه داده را نمیتونم، یک دوم مسئله از این، یک اگر خواهرای ما در بین نبود شاید ضرورت نبود،
شاید ضرورت نبود، شاید آینده های نزدیک چیزهای باشه، موقعیت های باشه که ما بتونیم خواهرای خدا، ما خو می خواهم که خواهرای ما در هر بافت جامعه انشالله داشته باشن، تحصیل اینا بکنن، حتی به حساب وزیر اینا باشن، در وزارت خانه اینا باشن، چرا نه؟ ما زنها حق داریم. ما زنها امروز ببینیم یک حکومت اسلامی ما نمیشه، ببینیم یک دست از برادرای ما، یک دست از خواهرای ما، شما که یک جای میکنیم میشه یک مشت، میشه یک اتحاد اتفاق در بین یک جامعه، بس سیستمش به حساب نظام الهی، به حساب احکام الهی، به حساب تطبیق شود در جامعه و صورت بگیره و خواهرای ما بتونه کار کنه. اگه امروز ما شما قطر رو میبینیم، بسیار ممالک دیگه را اگه ما شما میبینیم، چرا در اونجا زنا هستن؟ نیستن، هستن در وزارت خانه. خب در یک بند ای فرمان آمده که وقت خانما را در بیرون در جامعه به حجاب دیده شود ولی شان مجازات میکنن، چی فکر میکنین؟ آیا ای فرمان به جای خود هست و آیا واقعا از نگاه اسلام ولی یک زن باید به جای خانم مجازات شود؟ ببینیم امی برادرای ما، اگر علمای کرام اگر چطور این چنین یک شرط را گذاشتن، بخاطر یا بخاطر از اینکه نخواستن خواهرای ما را اینطور دقیقا بی‌عزتی برشان بکنه، خدای نخواسته، میگن که اگر امو 1% که در جامعه خواهرای ما هستن، اگر امی چیزا امی احکام الهی را که حجاب است، حجاب اسلامی است، را تطبیق نمیکنن، دقیقا نمیتونه یک برادر ما که در عسکر است دا سرک میبینه اینطور یک مسئله را، یک چیز را، او بیای او خواهر ما را تو به یک لحجه سخت یا لحجه درشت بگه. همیام یک عزت است که حکومت اسلامی ما و خواهرای ما داده که میرن خانه از اونها را متوجه میباشه که در کجا زندگی میکنن، امرای پدرشان، برادرشان، مرد فامیلشان، امرای کسی که به حساب محرم از اونها است، امرای از اونها صحبت میکنه، میگه که اینطور مسئله است برادر، خواهرتان از دخترتان از هر کسی کس، ما شما الحمدلله مسلمان هستیم، به حجاب اسلامی از خانیتان از خانیتان کوشش کنید. سلامت باشین، تشکر. یو نړۍ مننه اغلی فرام مجاهد ښځو د حقونو فعاله له آلمان څخه چې د نن په خپرونه کې د ما سره برخه اخیستې وه، کور مو ودان، تر دې چې بیا هم زه لیمه سپېڅل ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، په لوی څښتن تعالی مو سپارم.